میدونستید لیلا حاتمی توی اولین نقشایی که بازی کرده بدون حجاب نقش پسرهای نوجوان و جوان رو بازی میکرده؟ داستان ازدواجش با علی مصفا و آشنایی جالبشون رو شنیدی؟ همینطور راجب تحصیلات نیمه کاره لیلا حاتمی توی رشته های مختلف در دانشگاه های داخل و خارج از کشور چیزی شنیدید؟ با ما توی ویدیو امروز همراه باشید، یه مروری حواشی باور نکردنی زندگی لیلا حاتمی و همسرش علی مصفا رو با هم انجام میدیم. تا پایان ویدیو رو با ما باشید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. لیلا حاتمی، دختر علی حاتمی، کارگردان مشهور ایران، متولد 9 مهر ماه سال 1351 در شهر تهران هستش. اون تحصیلات نیمه کاری در رشته مهندسی برق در دانشگاه امیرکبیر تهران و همینطور تحصیلات نیمه کاری در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه لوزان سوئیس داره. اون یه پسر و یه دختر هم داره و همسرش هم علی مصفا هستش. لیلا حاتمی تنها فرزند مرحوم علی حاتمی و زری خوشگام هستش. پدرش کارگردان مشهور قبل و بعد از انقلاب و مادرش هم یکی از معروفترین بازیگران زمان شاه هستش. و در واقع میتونیم بگیم که به لطف پدر مادرش و آشناییتی که توی فضای هنر داره وارد عرصه بازیگری شدش. پدرش اصالتاً تفرشیه ولی اون هم در تهران به دنیا اومده و مادرش اهل اصفهانه. اون اولین بار در سال 1363 وقتی که 12 ساله بود در فیلم کمال‌الملک در نقش کودکی کمال‌الملک نقش یه پسر بچه رو بازی کرد که این فیلم رو پدرش کارگردانی کرد. برای بار دوم در سال 70 با فیلم دلشدگان جلوی دوربین رفت. در اون زمان ها در رشته ریاضی فیزیک تحصیل میکرد و موفق شدش دیپلم ریاضی فیزیکش رو بگیره. بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه امیرکبیر شد و 2.5 سال در رشته برق تحصیل کرد. بعد که دید به این رشته علاقه ای نداره ترک تحصیل کرد و برای زندگی و تحصیل در 20 سالگی به راهی کشور سوئیس شد. در کشور سوئیس ادبیات فرانسه میخوند. اما به خاطر سرطان پدرش سال 75 در 24 سالگی درس رو نیمه کاره رها کرد و به ایران برگشت. درست چند هفته بعد از بازگشت لیلا حاتمی، پدرش علی حاتمی، کارگردان مشهور ایرانی، از دنیا رفت. و واسه همینم که پدرش رو از دست داد و مادرش عملا تنها بود و فرزند دیگه ای نداشت، تصمیم گرفت که زندگی در خارج از کشور رو رها کنه و درسش رو توی رشته ادبیات فرانسه هم نیمه کاره گذاشت و برای همیشه به ایران برگشت. اون در سال 1376 با فیلم سینمایی لیلا به کارگردانی داریوش مهرجویی تونست در جشنواره فیلم فجر دیپلم افتخار بگیره که اولین حضور جدی اون در نقشای اصلی در سینما موجب شهرتش و دیده شدنش شد. لیلا حاتمی در سال 1377 وقتی که 26 ساله بود با علی مصفا که اون زمان 32 ساله بود رسما ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک دختر به نام عسل و یک پسر به نام مانی هستش. این زن و شوهر در فیلم لیلا که سال 76 پخش شدش نقش دو عاشق رو با هم بازی میکرد و توی اون سال با هم ازدواج هنوز نکرده بودن و بعد از این فیلم سینمایی باب آشنایی این دو نفر آغاز شد و بعدم که با هم ازدواج کردن توی فیلم های سینمایی دیگه هم در کنار همدیگه حضور داشتن. علی مصفا متولد 11 آذر 45 در شهر تهران هستش. اون فارغ التحصیل لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه فنی تهران هستش. اون فرزند مظاهر مصفا، شاعر برجسته و معاصر کشورمون و استاد دانشگاه و مادرش امیربانو کریمی جز اساتید صاحب نام ادبیات فارسی هستش. ایشون بازیگری رو از سال 71 جلوی دوربین بردن و توی فیلم لیلا اوج بازیگریش رو در کنار همسرش لیلا حاتمی میتونیم ببینیم. این زوج در مورد علاقه شون به فیلم ها و بازیگری اینجور میگن که علاقه من و علی درست
قبل از شروع فیلمبرداری لیلا در سال 75 شروع شد. اصلا آقای مهرجویی اول ما را به هم علاقمند کرد، بعد فیلمش رو ساخت. یعنی اینجور که خودش مدعی هستش، رابطهشون قبل از حتی لیلا شروع شده، ولی خب به صورت رسمی یک سال بعد از فیلم لیلا با هم دیگه ازدواج کردن. جالب بدونید لیلا حاتمی به 5 زبون دنیا تسلط کامل داره و به واسطه حضورش در کشورهای مختلف و زندگی کردن توی کشورهای اروپایی به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و فارسی تسلط کامل داره. یکی از حواشی که لیلا حاتمی توی سالهای اخیر تجربه کردهش در سال 2014 بود که لیلا حاتمی جزء هیئت داوران جشنواره کن بود و در مراسم افتتاحیه زمانی که ژیل ژاکوب دبیر و رئیس 84 ساله جشنواره با اون روبرو شد، در یک عمل انجام شده قرار گرفت و هم با اون دست داد و هم روبوسی کرد که این روبوسیش با یه پیرمرد 84-85 ساله براش حاشیه‌های زیادی رو به همراه داشت و حتی یه دوره ای رو هم میگفتن به خاطر این اتفاق ممنوع کار شده. جالب بدونید که بعد از بازی لیلا حاتمی در فیلم جدایی نادر از سیمین، توجه رسانه‌های خارجی خیلی به این بازیگر معطوف شد و حتی در سال 1389 وقتی که فیلم جدایی نادر از سیمین اکران شدش، اون رو به عنوان یکی از زیباترین زنان خاورمیانه در رنکینگ یکی از معتبرترین ژورنال‌ها قرار دادن و توی این رنکینگ لیلا حاتمی رتبه 4 رو تونست به دست بیاره. جالب بدونید خانم لیلا حاتمی در سال 91 درجه شوالیه که یه نشان ادبی هنری در کشور فرانسه هست و به افراد خیلی خاص توی جهان داده میشه، از دستان وزیر فرهنگ و ارتباط فرانسه تونست به دست بیاره به خاطر خلاقیت هنری که توی آثار مختلفش داشته. این نشان شوالیه رو یکی دو نفر دیگه هم تو ایران تونستن بگیرن که یکی دیگه از شهرام ناظری بوده که چند سال پیش نشان شوالیه رو تونست به دست. لیلا حاتمی در سال 81 اولین کتاب خودش به نام شب افتتاح رو به نویسندگی جان کاستووس ترجمه کرد. ترجمه ی کتاب 6 گفتگو با پیکاسو هم دیگر اثر لیلا حاتمی در حوزه ترجمه ی کتاب هستش. لیلا حاتمی در اسفند ماه سال 1396 در نشست خبری فیلم خوک در جشنواره فیلم برلین به رخدادهای آبان 98 واکنش‌هایی انجام دادش که باعث شدش دردسرهای سیاسی برای اون ایجاد بشه. اون در این جلسه گفت: من میخوام از این فرصت استفاده کنم و عمیقا ناراحتی و عصبانیت خودم رو از برخوردی که اخیراً با معترضان در ایران شده ابراز بکنم. این شرم‌آوره که در کشور من تظاهرات و اعتراض به بهای جان تظاهر کنندگان تمام میشه. این صحبت‌های لیلا حاتمی توسط مسئولان ارشاد اون زمان زیاد خوشایند نیومد و باعث شدش که دوره اون رو مورد بازخواست و ممنوع کاری قرار بدن. پروانه معصومی و پرویز فلاحی پور از جمله بازیگرانی بودند که با حمله به لیلا حاتمی از اظهارات سیاسی وی در برلین به شدت انتقاد کردند. ماجرا به انتقاد و واکنش ها ختم نشد. تعدادی از خانواده شهدا و جانبازان از خانم بازیگر در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت هم کردند که مدت ها لیلا حاتمی درگیر پاسخگویی به این شکایت ها بود. لیلا حاتمی فیلم های زیادی توی این سال های فعالیتش بازی کرده که یه تعداد از اون فیلم ها شاخص تر بوده و به کمک اونها تونسته جوایزی رو هم به دست بیاره که از جمله این فیلم ها میتونیم به آب و آتش، کیف انگلیسی، فیلم لیلا، ایستگاه متروک، بیپولی، هر شب تنهایی، آشنایی با لیلا، جدایی نادر از سیمین، فیلم سینمایی سر به مه، پله آخر، رگ خواب، من و همینطور فیلم سینمایی خوک اشاره بکنیم. اون فیلم های زیادی رو در سال های فعالیتش ایفا کرده که میتونیم از جمله اونها به فیلم قاتل وحشی، ما همه با هم هستیم، خوک، بمب یک عاشقانه، رگ خواب، من، دوران عاشقی، در دنیای تو ساعت چنده، سر به مهر، آشنایی با لیلا، نارنجی پوش، پله آخر، جدایی نادر از سیمین، سعادت آباد، پرسه در مه، 40 سالگی، شیرین، بیپولی، هر شب تنهایی، شاعر زباله ها، حکم، سیمای زنی در دوردست، ارتفاع پس، ایستگاه متروک، مربای شیرین،
آب و آتش، شیدا، لیلا، کمال الملک اشاره بکنیم. اون توی فیلم‌های سینمایی، جدا از فیلم‌های سینمایی، سریال‌های زیادی رو هم لیلا حاتمی کار کرده که از جمله اونها به شبکه مخفی زنان، نهنگ آبی، پریدخت، کیف انگلیسی، زیر گنبد کبود، هزار دستان میتونیم اشاره بکنیم. اگه با کارهای لیلا حاتمی خاطره دارید حتما تو بخش کامنت ها برای ما فیلم محبوب اون رو بنویسید و نظرتون رو راجع به این بازیگر برای ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.